سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امشب جمعه 13 خرداد ماه در 495 شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. اختصاصی سرخابی، ترکیب کهکشانی پرسپولیس برای فصل جدید، 11 ستاره سرخپوش می‌شوند. طبق گزارش اختصاصی سرخابی، باشگاه پرسپولیس بعد از عملکرد نچندان راضی کننده در لیگ 21 به دنبال حضوری قدرتمند در لیگ فصل آینده است و به همین دلیل فعالیت‌های نقل و انتقالاتی خود را از حالا شروع کرده تا با یک ترکیب 11 نفره جدید در لیگ 22 رقبا را حسابی به چالش بکشه. پیش از این خبر عقد قرارداد علیرضا بیراندند و مرتضی پورعلی گنجی با سرخپوشان در رسانه ها منتشر شد، اما واقعیت اینجاست که در پشت پرده مذاکرات فشرده مدیران پرسپولیس با چهره هایی همچون محمد حسین کنعانی زادگان، دانیال اسماعیلی فر، سروش رفیعی، سجاد شهبازاده، محمد خدابندلو، شهاب زاهدی، احمد نوراللهی، سعید عزت‌اللهی و امید نورافکن هم در جریان. طبق شنیده‌های موثق، رفیعی و اسماعیلی فر هم برای پوشیدن پیراهن پرسپولیس با این باشگاه به توافق نهایی رسیدند و باید حضورشون در فصل آینده رو قطعی دونست. شهبازاده هم که لیگ 20 آقای گل شد و این فصل عملکرد قابل قبولی داشت، همچنان مذاکرات خود رو با سرخ‌ها ادامه میده و به احتمال زیاد به زودی سر میز قرارداد با پرسپولیسی‌ها میشینه تا هواداران سرخ‌های پایتخت رویای تشکیل یک پرسپولیس کهکشانی در فصل آینده رو در سر بپرورونند. شمشیر جادوگر روی گردن علی نژاد. طعنه سنگین علی کریمی به معاون سابق وزارت ورزش. استوری‌های کنایه‌آمیز علی کریمی درباره مدیرانی که دوست دارند با هر روشی وارد فدراسیون فوتبال بشند همچنان ادامه داره. کریمی این بار در اینستاگرام به مهدی علی نژاد، معاون سابق وزیر ورزش، طعنه سنگین زد. جادوگر در همین ارتباط پستی رو به اشتراک گذاشت که در اون مجری صدا و سیما درباره ملاقات عجیب معاون مستعفی وزارت ورزش با نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا در هتل المپیک توضیحاتی رو ارائه میده. کریمی در توضیح این پست به طور کنایه‌آمیز و با ایموجی خنده نوشت: کی به کیه؟ ایشون سابقه درخشانی در فدراسیون وشو داره. حالا بیاد و فوتبال رو هم متحول قدرتی کنه. منظور کریمی کاندیداتوری علی نژاد در انتخابات فدراسیون فوتباله. تأیید خبر سرخابی، جلسه فوری در استقلال برای انتخاب سرمربی خارجی. در شماره روز گذشته روزنامه سرخابی از مذاکرات فوق سری آبی پوشان با دو سرمربی خارجی به نامهای لوچسکو و استراماچونی خبر دادیم. حالا از باشگاه استقلال خبر رسیده که امروز جلسه ای با حضور مدیران ارشد باشگاه در خصوص بحث انتخاب کادر فنی برای فصل بعد برگزار شده تا کارنامه این دو چهره به صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیره. توافق نهایی مجیدی با تیم اماراتی. بر اساس خبر اسپورت فور آل امارات، فرهاد مجیدی سرمربی فصل گذشته باشگاه استقلال به زودی با تیم اماراتی الاتحاد کلبا قراردادش رو امضا خواهد کرد. در همین راستا حساب کاربری UAE اسپورت نیوز هم در توییتر جزئیات بیشتری از قرارداد مجیدی با اتحاد کلبا منتشر کرده و مدعی شده این مدت قرارداد 1 سال است و در صورت توافق طرفین برای سال دوم هم قابل تمدید خواهد بود. تأیید خبر سرخابی، توافق نهایی سعید صادقی با استقلال. روز گذشته بود که در خبر اختصاصی از توافق نهایی سعید صادقی با آبی پوشان تهرانی خبر دادیم و حالا شنیده ها از درون باشگاه استقلال حاکی از اونه که امضای قرارداد وینگر فصل گذشته باشگاه گلگهر با آبی های پایتخت به مراحل پایانی خود رسیده. صادقی که تأثیرگذارترین بازیکن لیگ 21 محسوب میشه، برای عقد قرارداد با مدیران استقلال به توافقات نهایی رسیده و اگه اتفاق خاصی رخ نده، قرارداد این بازیکن به زودی و بعد از پایان اردوی تیم ملی امضا خواهد شد. اولویت مدافع برزیلی استقلال، حضور در لیگ‌های عربی. رافائل سیلوا در نیم فصل گذشته با استقلال قرارداد امضا کرد تا جای مرادمند و یزدانی رو پر کنه. سیلوا در مدت کوتاه حضورش در اردوگاه آبی به حدی خوب عمل کرد که حالا مدیران باشگاه به دنبال تمدید قراردادش هستند.
با این حال گویا اولویت سیلوا در سالهای پایانی فوتبالش حضور در کشورهای حوزه خلیج فارس تا بتونه درآمد بهتری کسب کنه و فقط در صورتی که پیشنهاد چشمگیری به دستش نرسه به پیشنهاد آبی‌ها برای تمدید قرارداد فکر خواهد کرد. مذاکرات مثبت استقلال با مرادمند برای تمدید قرارداد. محمد حسین مرادمند در نیم فصل از استقلال جدا شد تا خدمت سربازیش رو در باشگاه ملوان پشت سر بذاره. در این بین اما مرادمند موفق به اخذ معافیت شد تا بدون حتی یک بازی برای ملوان از این تیم جدا بشه. به این ترتیب مرادمند میتونه برای لیگ 22 به استقلال برگرده. مشکل ولی اینجاست که اون هیچ قراردادی با آبی پوشان نداره و برای موندن در اردوگاه آبی باید قراردادش با استقلالی ها رو تمدید کنه، امری که در دستور کار مدیران باشگاه قرار گرفته. حمله تند پیروانی به ستاره های استقلال. قهرمانی شما پاک بود؟ افشین پیروانی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به برخی صحبت های بازیکنان آبی پوشان تهرانی مبنی بر کسب قهرمانی استقلال به صورت پاک واکنش نشون داد و گفت: آنقدر از قهرمانی پاک میگند که ما هم شک میکنیم که قهرمانی پاک بوده. این مسئله لوس شده. اینکه بازیکنای کرونایی 48 ساعت خوب بشن و دارای امتیاز معیشتی بشن کجاش پاکه؟ یادشون رفته مدیر عاملشون شب خوابید و صبح در حسابش خدا میلیارد تومان پول دید. اگه خط حمله ما هم بیش از 1,000,000 یورو ارزش داشت بهتر عمل میکردیم. تمجید ویژه مهاجم اسپانیایی از ستاره فوتبال ایران. مهاجم اسپانیایی پورتو در خصوص رقابت بر سر بهترین گل سال از مهدی طارمی تمجید جالبی کرد. تونی مارتینز در واکنش به رقابت با طارمی در توییتر خود نوشت: این یک افتخار است که با تو مقایسه می شوم. مقابل تو که نامزد پوشکاش شدی رقابت سخت است. اوژوگو در خصوص این واکنش نوشت: این توییت یک جمله طنز و جالبی بود که از تونی مارتینز سر زد. ستاره ایرانی چند قدم جلوتر از مارتینز در رأی‌گیری است.